بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در ذیل بحث برزخ رسید به اینجا، به این روایت رسیدیم. از اسحاق بن عمار روایت شده، از امام موسی علیه السلام سوال کرد، از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه سوال کرد، میگه سوال کردم از امام علیه السلام از این که مرده میاد به خانوادش سری بزند؟ قال نعم، و مداره میاد. فقلت فی کمی از او، چند روزی مرتبه؟ فرمود فی الجمعه، روز جمعه، و فی شهر، و سنه علا قدر منزلته. خب چقدر مرخصی میدن؟ باید فهم میکنه، مرخصی میدن که هفته یه مرتبه بیاد، مرخصی میدن که ماهی یه مرتبه بیاد، سالی یه مرتبه بیاد. شاید روایات استفاده بشه که اکثرا روز جمعه مرخصی بدهند، مگر اونهایی که عملشون به قدری بالا باشد، منزلتشون به قدری رفیع باشد که اونها دیگه کارت همیشگی بگیرن، دیگر رفت آمد هیچ مانعی نداشته باشه. باز روایت دیگر این است که میگه به امام عرض کردم، امام موسی علیه السلام عرض کردم مؤمن به دیدن خانوادش میرود؟ فرمود نعم. فقلت فی کم، در چند مدت یه دفعه؟ قال علی قدر فضائلهم، به قدری که فضائلشون تقاضا کند، عملشون، تزکیه نفسشون، زحمتی که در دنیا کشیده، مقدار خوب حق اجازه داره. منهم من یزور فی کل یومین، و منهم من یزور فی کل یومین، و منهم من یزور فی کل ثلاثه ایام، سه روز، هفته. عرض به خدمت شما مونده به که عملش چجور باشه. ابراهیم بن عبدالحمید میگه که امام موسی علیه السلام اول تو خانه امام صادق علیه السلام می نشست، بعد خانهش عوض کرد، رفت یه خونه دیگه. عرض کردم که یا ابن رسول الله، اتحولت من دار ابیک، از خانه امام صادق علیه السلام شما منتقل شدید خانه دیگر؟ فقال انی احببت ان وسع علی عیال ابی، فرمود که جا خلاصه تنگ بود، خواستم خانواده پدرم راحت تر بشن. این هم کانو فی ضیق، چون اونا در تنگنا بودن. فاحببت ان وسع علیهم حتی یعلم، من از اونجا رفتم بیرون تا بابام بداند، پدرم بداند که من به خانواده او جا را وسیع کردم. قلت چون انت بداش هادل امام خواسته، یعنی امام فقط اینه میدونه، اول المؤمنین قاضا حال حال امام ولی المؤمنین، امام مؤمنین هم همین جورن دیگه. انسان وقتی که یک کار خوبی انجام میدهد، معناش این است که پدر و مادر خبر میشن، مطلع میشن. ما من مؤمنین الا و هو یلم بهلی کل جمعه، هر جمعه میاد، هر مؤمنی هر جمعه میاد. این روایات زیاد است، منتها یه روایاتی است که ما به زیارت اونا بریم. اینم باز یه بابی است که روایات زیادی است، من چند تا نقل کردم. از امام باقر علیه السلام نقل شده است، روایت مال امالی صدوق رحمت الله، امالی شیخ است. قال سألت عن زیارت القبور، ما بریم میریم قبرها رو زیارت کنیم. قال اذا کان یوم الجمعه فزرهم، روز جمعه برو. فانهم من کان منهم فی ضیق و سعله، برای اینکه هر آدمی که در اون عالم در تنگینا باشه، روز جمعه براشون یه گشایش هست. ما بین طلوع الفجر الى طلوع شمس، اون وقتا که بین طلوع فجر و طلوع شمس میدانن که آمد و شاد میشون. بلتو فیعلمون به من اتان فیفرحون به، میدونن که اومده شاد میشون. فرمود قال نه، نه که تنها شاد میشون، و یستوحشون له اذا انصرف عنه، وقتی برمیگرده اینا ناراحت میشون. مردی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، عرض کرد که من جز دوستان شما، مثلا جز شیعان شما بودم، پدرم هم که مخالف بود، فلذا وقت مرگ پولاشو برای اینکه به من نرسد مخفی کرده. حضرت فرمود که میخوای باباتو ببینی؟ اون احضار روحای دروغی نیست، این احضار راه راست حسابیه دیگه. گفتم بله. فرمود که شب برو فلان جا، این نام را صدا بزن، کسی میاد بهش بگو که برو بابا ما بیاد. میگه خیلی بیاوه تبت من خیلی وقت ندیدم،
میگه خلاصه رفتم اونجا و اسمی را من صدا زدم، کسی حاضر شد. گفتم که من پدرم را میخوام ببینم. رفت دیدم آوردن. پدرم تا مرا دید گفت تو سعادتمند شدی به اینکه محب خاندان پیغمبر شدی و منم بدبخت شدم، گرفتارم، پول را فلان جا مخفی کردم. جاشم گفت این پول اینقدر ظاهرن، عدلشم گفت برو بیرون بیار، اما این مقدارش ببر بری خدمت امام باقر علیه السلام، این قدرشم مال تو باشه. میگه من صبح رفتم پولا را در آوردم، آوردم خدمت امام باقر علیه السلام که این مقدارش وصیت کرد، سفارش کرد به شما بدم، این مقدارش مال منه. حضرت فرمود همین سفارش یه خورده عذابش کم کرد، همین مقدار یه خورده بارشه سبک کرد. خیلی تو روایات ما روایات احضار ارواح اینجوری داریم ما، نه اون احضار کردم، اون احضار ارواح کذایی که دروغکی یه وقتی در مجله یه نفر هی می نوشته، اونا نه، نه امام علیه السلام بفرماد برید بیارید، می آوردن. از مرحوم علامه طباطبایی دو سه تیکه نقل کردن، از خودشون نقل کردن که به قول آقای مطهری گفته بود استاد مثال های برزخی را میبیند، مثلا یا مشاهده نظار اینا. البته اینا خیلی کم اتفاق میفته، اونا میبینن اظهارم نمی کنن، حالا چی دور شده شدشون به آقای مطهری هم چیزی بید. اما تو روایات زیاده. در روایت دیگر میفرماد که سوال کرد از امام صادق علیه السلام الموتا نزورهم، مرده ها را زیارت بکنیم؟ فقال نعم. بعضی ها بی سعادتم به عقیده من، یه مقبره های خصوصی می سازن بیرون از مقابر مسلمین، خونه هاست، کسی نمی را فاتح بکنه. بچه ها شرم و حوصله کردن، سر کیف بودن، ماشینشون سوار شدن، اومدن از چند تا سیب خوردن، پرتقال خوردن، نمیدونم اینا اصلا مرده را مثل اون زمان سابق فراعنه مصر فرض میکنن. اونجا پیش فرعون عسل هم گذاشته بودن که فرعون میل بفرماید، یا مثلا گندم هم گذاشته بودن بالا سرش، یا شمشیر هم میذارن که اگر نکیر منکر یه خورده مثلا چیز گفتن با شمشیر بزنن. چی خیال میکنن اینا؟ اینا خیالاته. مثلا یه مقابری خاصی درست میکنن، آینه کاری هم میکنن و مرمر هم درست میکنن. ای کاش پول این مقبره را بدن به 5 تا خانه آب بکشن، 5 تا خونه درست کنن، به 5 تا خونه برق مثلا بکشن، 5 تا خونه را آباد کنن، به 5 نفر برای 5 نفر خانه بسازن. اینها خیلی بی خیرن، واقعا خودشون رو محروم میکنن. قبرستان های عمومی که همه میان از صبح تاشون فاتحه میکنن، قبرستان نو برو همیشه زاید، قبرستان باد السلام همیشه زاید، قبرستان بقی همیشه زاید، قبرستان های گلزار ها همیشه زاید. البته حرم اطراف حرم به عنوان این که در پناه بی بی سلام و علیها هستی چیزی دیگه. فرمود که بله زیارت کنید. گلتو فیعلمون بنا ازاعت ناهم، میدانم ما میاییم اونجا. قال ایوالله، فرمود بله قسم به خدا، اینم لیعلمون بکن و یفرحون بکن، خوششنم میاد و یستعنسون الیکم و عوض میگیرم با شما. مثل آدمی که مثلا مهمان براش وارد بشه خوب خوشحال میشه، بچهش بیاد دیدنش خوشحال میشه. و روایت از این قبیل زیاده. من دیگه همه روایات را نمیخوانم که وقت شما را بگیرم، یه روایت میخوانم. قال ابو عبدالله علیه السلام اذا مات طفل من اطفال المؤمنین، این روایت مال من لا یحضره الفقیه است. خب من لا یحضره الفقیه صدوق رحمت نقل کرده، بهارم نقل کرده از ایشون. میفرماد وقتی که یه بچه از مؤمنین میمیرد نادا مناد فی ملکوت السماوات و الارض، یه ملکی داد میزند که این فلان ابن فلان قد مات. فإن کان مات والداه احدهما او بعض اهل بیتی من المؤمنین دو فعل یوز، باباش مرده میدن به باباش، مادرش مرده میدن به مادرش، داد میزنن اعلام میکنن، وقت میاد بچه را تحویلش. و الا
اگر پدر مادرش قبلا نمردد دو فعلا فاطمه علیه السلام این بچه را میدن به بیبی تغذو حتی یقدم ابوا، خیلی احترام. یک به قول ماها کودکستانی، نمیدونم چجور تعبیر کنیم، که زیر نظر بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها میشه. یه روایت دیگر از حلبی نقل شده از امام صادق علیه السلام، اونجا این است که ان الله تبارک و تعالی یدفع الی ابراهیم و ساره اطفال المؤمنین، اینها را بچه های مؤمنین را به حضرت ابراهیم تحمیل میدند، اونها را در بهشت بزرگشون میکنند. اون وقت میفرماد که فهم ملوکم فی الجنه مع اباهم، اینا پادشاهان بهشت هستند. از حضرت موسی جل سلام الله علیه فرمود که زن زیبای نازا نگیرید، چون من با وجود شما روز قیامت مباهات میکنم. ائمه ما طبق آیه شریفه قرآن فرمود که ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم. خدا درباره زن گرفتن جوانا بالخصوص قول داده پول میدم نترسید، فرموده که اگر پول نداشته باشند خدا اونها را غنی میکند. بعد من فضله، معلومه خدا فضل خداست، ولی گفتم برای اینه که یعنی اسبابش خودم جور میکنم و نترسید. فرمود که اولاد زیاد باشد که من روز قیامت مباهات میکنم. او ما علمت ان الولدان تحت عرش الرحمن یستغفرون لآبائهم یحضنهم ابراهیم، نمیدانی که بچه های کوچک، بچه ها در زیر عرش خدا برای باباهاشون استغفار میکنن و نگهداریشون هم به عهده حضرت ابراهیم است و مربیشون هم یعنی مادر تربیت کننده شون هم ساره زن حضرت ابراهیم است. خدا اونجا اینها را تربیت میکند و اونها به نسبت به پدر مادر استغفار میکنند.